در مراسم یادبود کیان عزیز هستم، جایی که به خاطر بیاریم همه که حکومت کودک کش جمهوری اسلامی چه ها کرده و چه خونهایی بر زمین ریخته. نماد کودکان کشته شده امروز اینجا کیان هست و ما به یاد او هستیم. اما در جریان این تجمع من با خواهر و برادری ملاقات کردم که حضور فعالی در اعتراضات 1401 داشتند در دو شهر عراق و تهران. هر دو بازداشت شدند، هر دو آسیب دیدند، هر دو زخمی شدند، هر دو شکنجه شدند و تجربه های بسیار دردناکی داشتند. اما جالبه بدونید که همچنان قوی و محکم و استوار بودند و موندند، اما تا روزی که مجبور شدند ایران رو ترک بکنند. امروز من اینجا اونها رو دیدم و دارن میگن که قصد دارن تا پیروزی این جنبش، تا روزی که صدای جوانان ایران به گوش جهان برسه، به مبارزه‌شون ادامه بدن. یعقوبی رو اینجا داریم. قبلا داستان مینا رو در رسانه‌های مختلف منتشر کردید، در اینترنشنال هم بهش پرداختیم. میخوام از خودش بپرسم که چرا امروز اینجای مینا؟ درود خدمت شما مردم عزیز کشورم. راستش ما زمانی که توی ایران اعتراض میشد با یه هدفی میرفتیم و اعتراض میکردیم. الان دنبال روی هدفمون هستیم، درست دور از کشورمون ولی پرقدرت‌تر از قبل به هدفمون و با صدایی بلندتر ادامه میدیم. به خاطر کیان عزیز، به خاطر تمام کسایی که تو راه آزادی رفتن. کمی از تجربه های خودت به من بگو. وقتی داشتی صحبت میکردی میدیدم که با چه قدرتی از اون تجربه های تلخ و وحشتناک که شاید تصورش برای ما سخته میگفتی. قطعا منو قوی تر کرده اون تجربه ها و میخوام اینجا به خاطر صدمه هایی که دیدم بلندتر برای مردم کشورم فریاد بزنم و اینکه انشالله بتونم ادامه بدم اینجا. میدونم که قراره که سخنرانی هم داشته باشی اینجا، ما حتما سخنرانی تو رو هم خواهیم داشت. ما اینجا با مهدی برادر تو هستیم. مهدی، حضور تو و دفاع تو از خواهرت هزینه سنگینی برای در برداشت و میتونم بگم که یک نشانه ای هست از همراهی زنان و مردان، دختران و پسران شجاع ایرانی که در خیابون‌های ایران سینه سپر کردن جلوی نیروهای امنیتی سرتاپا مسلح. تو میدونم شکنجه شدی و به خاطر خواهرت بهای سنگینی پرداختی. اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان عزیز. کاری که ما کردیم شخصی نبود، خیلی ها بودن به خاطر ما، به خاطر مردم ایران، به خاطر کشورمون جونشون دادن. کاری که ما کردیم در مقابل اصلا ارزشی نداره و اصلا به چشم نمیاد، ولی خب ما به اندازه خودمون سهم خودمون رو گذاشتیم که بتونیم یک سهمی داشته باشیم از آزادی ایران فردا. خب برای اتفاقی که افتاد بازداشت شدیم، ما شکنجه بدی شدیم، یعنی گفتنش واقعا نمیتونم من بهتون بگم چه اتفاقاتی افتاد و چه شکنجه هایی بود، ولی ما تو همزمان با هم بازداشت شدیم و شکنجه شدیم تا زمانی که مینا رو میخواستن بکشن ماموران اطلاعات و ما تو بیمارستان درگیر شدیم. همه از جزئیاتش بگو مهدی. ما خب مینا رو میخواستن بکشن و بردن بیمارستان، به کسی نمیخواستن بگم، میخواستن راحت سرش رو زیر آب بکنن. هیچ اخباری چه اطلاعاتی از حتی به خونه ما که خانواده‌شون بودیم اطلاعاتی ندادن راجع به موضوع که ما از طریق یکی از پرسنل بیمارستان مطلع شدیم راجع به این قضیه. بیمارستان رفتیم ولی جواب ما نمیدادن و من خودم شخصا اونجا با ماموران اطلاع درگیر شدم، سر همون قضیه بازم بازداشت شدم، کلی شکنجه شدم. من خودم شخصا الان دوستشم ایران باشم، فکر می‌کنم تو ایران خیلی میتونستم مصمر و ثمرتر باشم، محکمتر به جنگم، ولی خب شرایط جوری شد که انقدر اثر با ما تنگ کردن، تحتیه زیادی که شد، فضای مجازی تو خیابون نشد که بمونیم، ولی الان اینجاییم که بگیم آقا این مسیر رو ما می‌خوایم ادامه بدیم. درسته دور از ایرانیم ولی میخوایم صدای مردم ایران باشیم، صدای جوانایی که تو خیابون بودن، کسایی که دارن میجنگن باشیم و انشالله ببینیم اون روزو که ایرانمون آزاده. مهدی، برای من شخصا که تصاویر اعتراضات در ایران رو میدیدم همیشه برام خیلی جالب بود که بدونم اونجا در قلب خیابون‌های ایران چه میگذره. وقتی که شما اونجا میرفتین با اون شجاعت که ما از اینجا واقعا غیر از تحسین کاری ازمون بر نمیومد، چه خبر بود؟ جوونا برای چی توی خیابون بودن و دقیقاً چی میخواستن؟ ببینید برخلاف اون چیزی که میگفتن، یعنی خود جمهوری اسلامی میخواد بگه جوگیر شدن به خاطر پول بوده، اصلا این نبود. تمام جوانایی که تو خیابونن اعتقاد قلبی داشتن، واسه یه هدف مشترک بودن، از هیچی نمیترسیدن. یعنی شما وقتی که صبح میدونستی که عصر قراره بری تو خیابون با فراخونه شرکت بکنی تو خیابون، میدونستی ممکنه برنگردی، میدونستی ممکنه چشتو از دست بدی و خیلی اتفاقات دیگه، ولی میگفتی من میرم به خاطر کسایی که جوانایی که تو خیابون دارن میان، منم میرم، من چیزی کم ندارم، منم باید سهممو ادا بکنم. توضیحاتی که شما دادی میشه گفت که مینا شما یکی از نجات یافته ها از سناریوهای هستی که جمهوری اسلامی
داخلی برای قطعه‌های حکومتی خودش تدارک دیده. اینطور که میگفتی قصد جونتو رو داشتن و تو در واقع نجات پیدا کردی، جونتو برداشتی و مجبور شدی که از ایران خارج بشی. فکر میکنی که همسن و سالای خود دوستات، رفقات، کسایی که اونجا در این اعتراضات شرکت میکردن با چه هدفی فقط به خاطر آزادی قطعا. و اینکه من خودم شخصا وقتی که بیدار می شدم می دیدم یکی از جوونامون، نوجوونامون، کیان عزیز، سیاوش عزیز، وقتی که شهید می شد همیشه به خودم می گفتم خب تو چرا نری تو خیابون و اعتراض، و این به هم قدرت می داد، این به هم شجاعت می داد، انگیزه می داد. و چرا در عراق بودید؟ اون موقع در عراق در مراسم کشته شده ها شرکت داشتید، درسته؟ بله بله، من مراسم مرشاد عزیز، یکی از جاوید نامای شهیدای راه آزادی شرکت کرده بودم با تمام وجودم. یعنی واقعا یه جورایی من الانم که حتی راجع به صحبت میکنم متأثر میشم. مرشاد عزیز یکی از هنرمندای شهر عراق بود و خیلی خیلی they join and have turned their scars into marks of utter beauty. یعنی کشتنش. همینطوری که میبینی یاد اونها، نام اونها تا ابد واقعا در خاطر تمام ایرانیان در سراسر جهان هست. و من اینجا جا داره که به سهم خودم، به نوبه خودم، از طرف تمام مخاطبین ایرانی اعلام بکنم و خوشحالم از این که میبینم زنده و سالم هستید و خوشحالم از این که میبینم قدرتمند و مستحکم قرار راهی رو که شروع کردید تا پایان ادامه بدید. حتما همینطوره، حتما همینطوره. یکی از دلایلی که ما میخوایم هر جا باشه شرکت بکنیم، صدامون رو بیش بلندتر بکنیم، اینه که سهم خودمون ادا بکنیم، اینه که تو فردای ایران، ایران آزاد یه سهمی داشت، حتی هر چقدر کوچیک ولی سهمی داشته باشیم. وقتی من دارم میبینم که خیلی از آسیب دیدگان خیزش انقلابی، جوانای هم سن و سال خودت، مثل خودت، برومند، پر قدرت و جوان و شجاع، الان توی ایران تحت فشارهای شدید امنیتی هستند، چه پیامی داری براشون؟ من اول میگم دمشون گرم. شاید من اینجا وایستم صحبت کردن خیلی راحت باشه برای من، تو اعتراضات شرکت کردم برای من خیلی راحت باشه، شما هم اون ور رو دیدیم همین ور، ولی میگم دمتون گرم که با اون محدودیت، با اون خطراتی که براتون وجود داره، تحریک جمهوری اسلامی ثابت قدمید، از آرمانتون کوتاه نمیاید و ما یعنی بهتون افتخار میکنم، من شخصا خودم بهتون افتخار میکنم و مطمئن باشید که حرکتی که شروع کردید خیلی زود به نتیجه میرسه. مینا، اواخر ما یک قتل حکومتی دیگر رو به باور ناظران شاهد بودیم، قتل مشکوک خانم سگوند رو شاهد بودیم. میدونیم که موارد ممکنه بسیار باشه و اطلاع رسانی نشه یا به گوش رسانه ها نرسه. جمهوری اسلامی با این حال ادعا میکنه که تموم شده، خوابیده، همه چیز به روال عادی برگشته و این تنها چند هفته ادامه داشته و تموم شده. نظر چیه؟ جو ایران الان چطوره؟ مردم و جوانای بازنشسته که مثل خودت جونشون رو گرفتن، دستشون رفتن توی خیابون ها، الان به چی فکر میکنن؟ الان تو کدوم مرحله از مبارزه شون به نظر میاد؟ اتفاقا اصلا اینجوری که میگن نیست، چون من هم خودم دستشون بودم، زندانی شدم، شکنجه شدم و قطعا اون موقع اوج شلوغی ها بود که من توی بازداشتگاه با چشمان به من میگفتن چی شد خوابید، در صورتی که اصلا اینطوری نبود. من فیلم ها رو دنبال میکنم، بچه هایی که برای من فیلم ها رو میفرستن، همچنان هست اون قدرت، اون انگیزه هست. فقط از بچه ها میخوام که همینطوری پیش برن با انگیزه، با جسارت، با شجاعت که قطعا ما به هدف میرسیم. جمهوری اسلامی همین حالا هم در واقع میتونیم بگیم که شکست خودش رو هر روز در خیابون‌های ایران شاهد هست، با مبارزه مدنی هر روزی که زنای ایرانی دیگه در پیش گرفتند و حجاب رو به طور کامل دیگه کنار گذاشتن. در آخر پیام تو خیلی کوتاه به ما بگو، به زنا و دخترای ایران. اولا که خیلی دوستتون دارم، بعد اینکه ما میتونیم، بچه‌ها ما میتونیم، من خودم به قول مهدی حرف خوبی زد، دوست داشتم ایران باشم، ولی همینجا به قیمت جونم هم که شده از جونم میذارم تا به اون هدفی که حق تک تک ما بوده و ازمون گرفتن میرسیم. درود به شما، زن، زندگی، آزادی. متشکرم. فکر میکنم گفتنی ها رو گفتن. ما در ادامه این برنامه قرار هستش که مقابل سفارت جمهوری اسلامی هم باشیم. با ما همراه بمونید.